من بسیار ترسیدم، هیچ نمیفهمم که چی هست. سلام علیکم دوستای عزیز، بازم نوبت نشر برنامه قصه های زندگی رسیده. میفهمید که این صدا از کی بود؟ ما براتون میگم، این صدا از موش سیاه بود. این که چی شده بود؟ بیاین با هم قصه را بشنویم. ای توتی چی شد؟ در خانه آمد دیگه در خانه نیست، باش بیرون برایم پشتش. توتی، او توتی کجاستی؟ تندورخانه است، تندور. اوه، ای دو تندورخانه ما چیم چی میکنه؟ الا بیا بیرون، اونجا چی کار داری؟ صبر کن بابا نور میایم. ما چیم که اونجا در چی مصروف است؟ توتی بیا دیگه، الا منتظرت هستم، زود بیا. سلام بابا نور، سلام. و علیکم سلام توتی، بخیر آمدی. تو در تندورخانه چی میکدی؟ بیروز اونجا پشت خاموش شده یا نی خاموش؟ توتی، تو که تا آتش چی کار داشتی؟ تو خود نزدیک بود که سر خود قصه موش سیاه را بیاری. خوب شد که از اونجا زود بر آمدی. بابا نور، سر موش سیاه چی شده بود چی؟ وا مثل تو در تندورخانه ساتیری میکرد. بابا نور، حالا تک از زود شو قصهشو برم بگو که بسیار بتشویش شدم، بتشویش؟ سعیست توتی، قصه را برات میگم. بود نبود یک خانه بسیار زیبا و مقبول بود. در این خانه دوتا موش هم زندگی میکردن. این موش ها یکی سیاه بود و یکی شام سفید. اونا دولی خانه میگشتن و بر خود خوردنی پیدا میکردن. دیگه چی درد سر به تومد، یک روز از خانه بر آمدن تا خوردنی پیدا کنن. سفید امروز بسیار گشتیم، هیچ چیزم با خوردن نیافتیم. ما تا بگا یک قسم گزاره کردن نمیتونم. از دست گشنگی زیاد در شکم مطن هستفت. آسی لگر از اون دیگه در پایان شما نمونده. اولا چی کنیم؟ من خونه ایدم بیا دیگه پس خانه بریم، بیزو مونده شدم. در خانه چی کنیم؟ اونجا خوردنی نه، به خاطر چی بر آمده؟ اگه کدوم چیز پیدا نکنیم از دست گشنگی خواد مرده. آسایی هست مگم در یعنی خوالی چی خواد مرده؟ بیرون یکی ایچ چیزه نیست. اگه پشت ده آه، پشکم یادم است. پیشتر هم مرا دوان فکر تا خوب سهی بگیری. خامت است باره خوردنی هم کم رخو فکر کو دیگه تو قد کنه نمیتونه. ماما متاسم گشنگی زیاد مرا بیخی دیوانه کده. دیوانه یادم زیاد گرگوزی بگه ایگه پا فکر کم خوردنی را پیدا کنیم. اگه نی اما تو گشنه خواب نانده. صفه دک چرا سرم خواه هستی؟ من خوردنی را سیگه کنم برات. اگه خوردنی پیدا نمیشه اگه خانه بره پیدا میشه و چی تو خواب کردیم کم دگاه میگردیم میشه که کدام چیز پیدا شوه. سایه بیا یا چیز اتمن پیدا خواب شد. تو از طرف برو، ما از طرف میرم. اگه کدام چیز یافت که با صدا کمره. سایه برو. سفیده کو سفیده حالا زود اینجا بیا، یک چیز را یافتیم زود کلا. توتی سفیده کام بسیار خوش بود، باید دوش خوده اونجا رساند. خب ما بابا نور بازدی که چرا یافته بود چرا؟ توتی سیاگک در تندورخانه کدام چیز را یافته بود، مگم وقتی سفیده رفت حیران ماند. چه سیاگک؟ بیا بیا سفیده چپا خوردنی خوب بشد. آره شکمان ما خوب سیر خواد شد، باز نگوی که چیزه نیست. بیا دیگه چی رساد هستی؟ حالا دیگه شروع کنیم سرش. اوخو خوردنی را خیافتی، مگه نیره چطور خواست خوردی من؟ ما هم نمیشناسم، من خوب رنگ سیاه داره، خوب جلایش هم داره. بیا از این سیلش میکنیم. اینه چی میکنی او سیادک؟ ترسوندی؟ ای چی هست؟ من بسیار ترسیدم، هیچ نمیفهمم که چی هست. اگه کدومم زدمش زیاد سخت محکم بود. اوخی میگی چی کنیم؟ یکی نه نو هست که به اینجا پیدا شده. خدایی چی هست؟ بیا که دندان بکنیمش که معلوم شود چی چی هست. کسی سهل کدن خواه از دور حل نمیشه. ما خود ترسیدیم، ما دور استاد میشم که دندان بکنم که چی هست. خواه سهی هست، تو صبر کو ما دندان میکنمش. اینه خلا دندان کن. Okay.
شوتی سیاهگک اونمون چیزی را که یافته بود دندان گرفت. دندانایش بسیار درد گرفت. اون از دست درد چیغ میزد. سیاهگک و سفیدک هر دویشان گرد گردش میگشتند. اون دیگه چی درد سر بتومد. سفیدک در سرش بالا شد و یک جای نودش یافت. الان دندانه که من خود زیاد درد داره. خدای بالا چی میکنی؟ پایین بیا. نمیفهمم که چی هست. خب بیا گمش که پشتش نگرد دگه. نه حالا رایش یافتم. حالا بده خود داد. تو بیا اینجا سهیلش کو. نه نمیایم. اوف نمیفهمم که چی بالا رو یافتیم. یکی خود سر شوگار اوگار کده. چی میفهمی که که سخته؟ خدا خوب بده اگر شوگار نکدی خیره سفیق. برایان یک بار باید اینجا بیایی اینجا سرکو فکر میکنم که اینجا باید واسمم. راست میگی؟ از کجا واس میشه تو نشان بده؟ ببینم که چطور واس خواد شد. آقا نمیفهمم تو بیا هر دی ما کوشش میکنیم تو وازش کنیم. اگر یک بار واس شد تو بیا کردن این ازش بیرون خواد آوردیم. آه بر ما هم مستمول نشه که خوب زیاد خوردنی را خواد یافته. الان دیگه دیگه از این طرف مستوش بود. اینه تو اینه توش میتا اینه مگم زیاد سخت ما کمتید نمیشه. بیا ایلایش میتی زور ما تو سرش نمیرسه. کمه کوشش خکو بیا ارزو ما یک جای وازش میکنی. اینه تو ایچ واز نمیشه. نمیفهم که چه رقه ما کم است. مگم میفهمم که در بینش حتما خوردنی است. باید سرش واز کنه. فهمیدی سفیدک؟ آه راست میگی سیادک. کم دیگم باید زمان بکشیم میشه واز شوه. حالا دیگه بگی اینه تو آفرین سفیدک. اینه متو توش بده اونه باز شد کمش مانده. آفرین کم دیگم کشش کن. اینه متو آفرین. چه سیادک زود پایین آلو افرین سب قایی شد. توتی تو خوشنیدی که نفس موش سفیدک قید قید می شد. بس یاگک هم می گفت که زود شو پایین شو. مگه مو از اونجا گرم پایان افتاد. بابا نور باز چی شد باز؟ توتی دیگه چی درد سر به تومت باز تو شد که موش سفید و سیاه هر دوشان بیوش شده. توتی سفیدک که کمی به اوش آمد زود کده خدا به خانهشان که نزدیک تندورخانه بود رساند. مگم در پیش خانه افتاد. چی شده سفیدک؟ تو کمی پیشتر جور دیار بر آمدی بچه. چی شده؟ چرا تو بیوش افتی دیا؟ اوی ماده اش خوب نیستم. دلم خوب نیست. دلم بیال بیال میشه. ما قربانت شوم بچه. حالا چی تو کنم؟ صبر کمی او پردم سرش. حالا دیگه چشمای تو واش کو بچه. مادر قربانت شوه. ما چی تو کنم خدایا؟ مادر کمی او بده نفسم تنگ میشه. حالا بگی بخو بچه که خوب شوی کردش. بچه چی شده؟ مال خوب است مال. مگر سیاگک ایش خوب نبود. غم از او را بخو. سیاگک پشک خورده چی شده ایشا؟ نه او هم مثل ما بیشد. چرا؟ او را چی شده بود؟ بخو جور دیار بر آمد. سفیدک کجا رفته بوده این بچه؟ سیاگک کجا ساله؟ اونجا دستم دم خانه بیش افتیده بود. حالا خدا جان سیادک باز سیادک چی شدی بچه؟ دیگه چطور باید بوید؟ خوی اینجا افتیده وی بچه پوشک از من باش گرم سر بیرو بیارمش. اینه تو سیادک باز سیادک تو را چی شده بچه؟ ما برای تو نگفته بودم که کت دبای گاز غرز نداشته باشه؟ اگر کدام چیز می شده تا؟ تا این دبای گاز چی را می پالیدیم بچه؟ نمی فهمیدیم که چقدر خطرناک است؟
مادرش دست و پایش بسیار مالش داد و سیاگک هم چند دقیقه بعد با هوش آمد. مگم بسیار گنگس و گل بود. بوی گازو را بیال کده بود. اگه مادرش زود کده نمی رسید، خدا می فهمد که او بیچاره به چی حال می رسید. بابا نور، خب زود تو فهمیدم؟ آه توتی، مرام زیاد وار خطا کردی. گفتم خدای ناکده کدام چیز سری توتیگه که سوزبرک من نبیایه. خب از کم بابا نور تشویش مرا نکن تشویش. آه توتی، ایره بفهم او اطفالی که از آتش و گاز دور باشن و کتشان ساتری نکنن، اونا از خطراتشان دور می باشن. بسیار قصه خوبش بود بابا نور. حالا میرم و یک قصه را با من آگه کم میگم با من آگه. خوب میکنی توتی، برو خدا یاره. رفتم بابا نور، خدا حافظ. دوستای عزیز، این قصه را که شنیدین مینا نظری در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و جور کرده بود. جهانی.